آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دیشب همیهنان گرامی، میلیون ها ایرانی تا ساعاتی از بامداد بیدار ماندن تا ببینن که آیا فیلم جدایی مادر از سیمین یا فیلم جدایی به قول خارجی ها در برنامه توزیع جوایز اسکار خواهد برد به عنوان یک فیلم خارجی یا نه. میلیون ها ایرانی و زمانی که، البته اینو آگاه هستید که این مراسم از تلویزیون دولتی نه تنها پخش نشد، بلکه حتی خبر این که یک همچین فیلمی قرار در مراسم اسکار شرکت بکنه اصلا در تلویزیون ها و رادیوهای جمهوری اسلامی مطرح نبود. برای اونها همیهنان گرامی این مسائل اصلا مطرح نیست. اگر قرار بشه راجع به کسی صحبت کنن، او بایستی قیافه‌ای داشته باشه که اون قیافه به رژیم بیاد. او به دهنمکی مثل آقای سلحشور، مثل آقای فراستی، اینها کسانی هستن که در جمهوری اسلامی گل سرسبد کارگردانان هستن، کسانی هستن که همه امکانات دولتی در اختیار اونهاست. آقای مسعود دهنمکی، یک چاقوکش معروف به زنبهادر که جزو گروه‌های فشار بوده در دانشگاه در زمان آقای خاتمی، به دگر اندیشان بوده. حالا اینا میتونن دانشجو باشن، میتونن کارگر باشن، اینا همونا بودن که منصور اوسانلو رو گرفتن زبانش رو سوراخ کردن. همین مسعود دهنمک، همین حاجی بخشی، همین ارازل اوباش، اینها کسانی بودن که در هر کجا دگر اندیشان قصد تظاهر داشتن، زنان میهن ما، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمین، همه کارگران، فرق نمی کنه، اینها سر و کله شون با تمام وسائل سرکوب پیدا می شد، با تاکی واکی و نمی دونم دستبند و از این اسپره های گاز خردل و هر نوع وسیله‌ای برای سرکوب مردم که در اختیار نیروهای انتظامی هست در دسترس این اراذل اوباش بوده، که کار دوم اینا کارگردانیه. آقای مسعود دهنمکی تا به حال 4 تا فیلم یا 3 تا فیلم چی بگه، اصلا فیلم نمیشه اسم اونو گذاشت، به اسم اخراجی ها تهیه کرده، آورده تو سینما که یه عده‌ای رو از روی ترس و واهمه از این هنرمندان و یه عده دلغک پای معرکه علی خامنه‌ای مثل اون شریفینی‌ها رو هم که همیشه مجیز آقا رو میگه و در مجالسی که تشکیل میشه به اسم هنرمندان به اظهار فضل میپردازه، اون آقای شریفینی‌ها، اینها در این فیلم این مردک بازی میکنن و فروش‌های بالا براش در نظر می‌گیرن یا واقعاً هم می‌فروشن، چون مجبور می‌کنن کارمندار و کارگران و بسیجی‌ها رو اینا بریزن توی سینماها. همه امکانات هم بهشون دولت در اختیار این مردک می‌ذاره. یا آقای سلحشور که بارها و بارها به زنان میهن ما در فیلم‌های فارسی اون چیزی که در شأن خودش
و هم عقیده هاش و خانوادش هست نسبت بده، دائم با کلمات سخیف و بسیار خجالت آور، درست مثل بقیه کارها در جمهوری اسلامی عامیانه گرامی. وقتی که کار روزنامه نگاران واقعی یا در زندان یا در کنج خانه است و یا فرار از راه کوها به خارج کشور، و کسانی مثل آقای شایانفر و حسین نمیدونم شریعت مداری و صفار هرندی و اینها پیش کسوتان روزنامه نگاری نوین در ایران هستند، خب معلومه کارگردانان هم باید سلحشور باشه، مسعود دهنمکی باشه، همونطوری که سرداران اسلام مثل آقای رحیم صفوی و محسن نمیدونم چم دونم مسئله از شما یادم رفت، این آدم ها دیگه، یا آقای جعفری، عزیز جعفری، یا از همه مهمتر سردار نقدی، سردار قوچلی، فیروزآبادی، عمیانان گرام. خب سرداران اسلام هم باید اینا باشن دیگه، رهبر انقلاب هم باید یک روزخانی باشه که نقشش دروغگویی و مجیزگویی اون دوروری ها باشه. این کل مملکت ماست. یه عده وحشی هم در زندان ها مشغول رتخ و فتخ امور هم، براشون هم فرق نمی کنه. همه جهان فهمیدن که این آدمایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و وقتی که در برابر دوربین تلویزیون قرار می‌گیرن و دست به اقرار می‌زنن که ما خائن بودیم، ما با نمی‌دونم کشورهای صهیونیستی و استکبار جهانی و با کشور صهیونیستی و نمی‌دونم اینا ارتباط داشتیم، پول می‌گرفتیم و این پول رو در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی مصرف می‌کردیم، این حرفا رو می‌زنن. همه می‌دونن که اینا تحت چه وسائلی و تحت چه شکنجه هایی دست به این اقرارهای مسخره زدن، ولی رژیم کار خودشو میکنه. میلیون ها نفر دو سال پیش آمدن تو خیابون ها تظاهرات کردن، اینا گفتن یه عده اندک اومدن و در 19 دی ماه یه عده اراذل و اوباشو گذاشتن، این نمیدونم ساندیس دادن بهشون، ساندویچ دادن، پول دادن، لباس دادن، با ماشین با کامیون رفتن از شهرها، همه فهمیدن. یعنی اون کسی که اون بالا سخنرانی میکرد برای خودش حرف میزد با بلندگوهای قوی، اونایی هم که اونجا بودن همه همه و اینا همه هم گشاد باشدن، گفتن میلیون ها نفر در بیعت با مقام معظم رهبری در تظاهرات 9 دی ماه شرکت کردن. خب اینا رو همه دیدن، همیهنانی گرامی، همه اینها دیدن. این ترس در این آقایون افتاد که آقا میلیون ها نفر اومدن تو خیابون، نه به خاطر آقای کروبی و موسوی، بهانه ای شد این مسئله انتخابات، در تظاهرات شرکت کردن و مخالفت خودشون رو با این رئیس روزخان ها و حکومت عجامر و اوباش نشون دادن، دیگه از این واضح تر نمی شد. و اینا گفتن نه آقا سرکوب میکنیم. همین کاری که بشار اسد جانی، همون کاری که قذافی جانی، همون کاری که صدام حسین جانی و دیگران کردن، خیالشون هم راحت بود که نوکرایی در خارج دارن که اینها رو مرتبا بهشون پول تزریق میکنن، پول مردم مظلوم مملکت ما، و اینها بازوهای خارجی رژیم هستند، مثل حزب الله لبنان، مثل حماس، جهاد اسلامی، مثل نمیدونم اسلامیون در مصر، در تونس، در لیبی و در یمن و بحرین. یکی از این رهبران شیعیان بحرین میگفت آقا اینا کار ما رو خراب کردن، رژیم جمهوری اسلامی با طرفداری علنی از شیعیان بحرین، در حقیقت این نهضت آزادی خواهی مردم بحرین که عده زیادی سنی هم توشون هستن خراب کرده و ما رو کرده عوامل و ستون پنجم جمهوری اسلامی، و برای همین این حکومت بحرین به خودش اجازه میده ما رو سرکوب کنه. اما در تونس
آقای القنوشی زد زیر کلا اینا. گفت ما هرگز در حکومت جدید در تونس قصد نداریم افکار و عقاید دیگران رو سرکوب کنیم مثل جمهوری اسلامی، و طبق قانون اساسی تونس ما به تمام قراردادهایی که تونس با کشورهای مختلف داره وفاداریم. و بعد رفت به عربستان سعودی، جایی که آقای بن علی در اونجا فرار کرد، رفت ضیافت بزرگی ملک عبدالله براش تشکیل داد، سخنرانی بسیار صمیمانه‌ای کرد در اونجا، پشتیبانی خودش رو از عملیات اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد، سوریه رو محکوم کرد و اتحاد عربی رو روش تاکید گذاشت. درست کاری که در لیبی هم انجام شد، یعنی زمامداران لیبی با همه اختلافات که بینشون هست شروع کردن دفاع کردن از اتحادیه عرب، از اتحاد عربی و منافع عربی، و پشتیبانی خودشون رو از کشورهای عربی و اتحادیه عرب در مبارزه با رژیم بشار اسد اعلام کرد. کاری که اخوان المسلمین هم در مصر کرده، کاری که الان داره ترکیه داره انجام میده، یعنی همه این کشورها و همه کشورهای دیگری که در حال انقلاب هستن دوری خودشون رو از جریان ایران اعلام کردن و گفتن ما مطلقا به دنبال یک انقلابی که در ایران انجام شده بود نیستیم. مدل ما برای حکومت آینده در که حتی اخوان المسلمین مصر حکومت ترکیه است، به جز سلفی های مصر، چون اونا در توحش دست این وریا رو از پشت بستن. بنابراین همیهنان گرامی، تمام این سرمایه هایی که این سپاه قدس و آقای قاسم سلیمانی و اعوان و انصار رژیم جمهوری اسلامی خرج کردن در این کشورهای در حال انقلاب که بیان یه مدلی از جمهوری اسلامی در این کشورها درست بکنن، و بعدم رئیس روزخانها باد به گلو انداخت که بهار عربی یعنی چی؟ این بیداری اسلامیه، اینا از ما سرمشق گرفتن. همه گفتن نه، زدن زیر کلاه اینا. آخرینشون آقای اسماعیل هنیه بود، مال جهاد اسلامی، مال حماس و جهاد اسلامی هم همطور. با وجودی که تا همین دو هفته سه هفته قبل در سوریه بودن، تحت حمایت سوریه بودن، اسلحه می گرفتن، از جمهوری اسلامی پول می گرفتن، آقای اسماعیل هنیه اومد تو تهران در تظاهرات سالگرد انقلاب هم شرکت کرد، ولی رفت در خارج از ایران مخالفت عمیق خودش رو و مردم غزه و جهاد اسلامی و حماس رو با حکومت بشار اسد اعلام کرد، طوری که مقامات جمهوری اسلامی جوش آوردن از عصبانیت و تابناک اشاره کرده که اینها نمک خوردن، نمکتون شکستن. بعدم دیدید که آقای سید حسن نصرالله گفت بله ما از ایران پول میگیریم، اسلحه میگیریم، حالا که خودشون گفتن ما تایید میکنیم، ولی ما دستور نمیگیریم، ما منافع لبنان رو در نظر میگیریم. حالا من به شما قول میدم زمانی که آقای حافظ بشار اسد سقوط بکنه، خط ارتباطی جمهوری اسلامی با حماس، جهاد اسلامی و این لبنان قطع بشه از طریق اونجا به لبنان، من به شما قول میدم شروع میشه مخالفت‌های حزب الله با سیاست‌های جمهوری اسلامی. یعنی خانه ساختن بر روی آب. همیهنان گرامی، منافع مردم ایران فدا شد، ولی اینا به این امیدی که اینها بازوهای خارجی انقلاب اسلامی هستن و میتونن با حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و این تروریست‌های دیگر پوز بدن و خودشون رو یه قدرت مطلقه در خارج از مرزهایی و در منطقه خاورمیانه نشون بدن، همش از بین رفت، همش نابود شد. همیهنان گرامی، طوری که سر و صدای خودشون در اومده،
که این پولهایی که به آقای الغنوشی دادیم، آقای حسین شریعت مداری گفته، کار به اونجا رسیدی که شروع کردن جعل گفتار، همونطوری که دیشب شاهد بودیم. آقای اصغر فرهادی اومده اون بالا، حتما دوستای دیگه تو خبر گفتن براتون، نه دخترش بوده، در حالی که نوشتن دخترش رو تنگ در آغوشش گرفت اومد اون بالا، گفت این فشارهایی که قبل به خاطر مسائل هستی، دیدید اصلا این خبرها نبود. اما چرا مردم ما میهنان گرامی، حالا همه اینا رو گفتم، تا صبح بیدار ماندن، هل هله و شادی کردن، و اونهایی هم که اطلاع نداشتن با SMS به هم دیگه خبر دادن، با تلفن به هم دیگه خبر دادن. دیشب تمام ایران بیدار بودن، شیرینی پخش میکردن در تمام شهرها، درست مثل زمانی که تیم فوتبال ایران رفت و دو جا برنده شد، چجوری مردم ریختن تو خیابونا شیرینی تقسیم کردن، همدیگر رو ماش کردن، برای اینکه در جمهوری جهل و جنون و جنایت که همش روزخانی و گریه و زنجیرزنی و غمزنیه، جایی برای شادی نیست. اگرم فیلمی میسازن، باید این فیلم فیلمی باشه که توش عزاده، مثل مال مسعود دهنمکی، مثل آقای سلحشور، حیف آقا، من همینطوری میگم آقا، یه ده ارازل او باش که با پول دولتی فیلمی میسازن که تهوع آور دیدنش، تهوع آوره. حالا یه فیلم برای اولین بار در تاریخ ایران و در تاریخ شاید منطقه خاورمیانه آمده در اسکار برنده شده، آقای اصغر فرهادی شده مثل فلینی، مثل اینگمار برگمن، مثل ویتوریو دوسیکا و چهره‌های درخشان خارجی که آمریکایی نیستن برنده جایزه اسکار شده. همه دیدن، میلیون‌ها نفر دیدن که این آدم آمد بالا گفت این فرهنگ درخشان مملکت ما، راجع به فرهنگ درخشان ایران صحبت کرد، صلح طلبی مردم ایران صحبت کرد، پیام به مردم داد و اون کسانی که در اونجا هستن خیلی هم استقبال کردن ازش. سعی کرد تمام اشکالات که بعداً ممکنه بهش بگیرن و باعث دردسر خودش هنر بشه اونا رو هم از بین ببره، یعنی دست نداد باز دوباره آمد اون بالا. یک میدونی که اینا اجازه دارن 5 دقیقه تا 6 دقیقه حرف بزن، بسیار متین حرف زد بعد رفت. آقای شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد همین چند روز قبل گفته بود که اینقدر میگین اسکار اسکار، اسکار مهم نیست، اسکار مثل این جشنواره گچسر میمونه، جشنواره سینمایی گچسر. اگه ما این موضوع رو خیلی تو بوق میکنیم و تبلیغات میکنیم، خب اونم باید این کارو بکنه. بعدم آقای فرهادی فیلمی درست کرده که فستیوالی باشه، ولی حالا که فیلم رفته برنده شده و اینها دیدن، مردم ایران ریختن تو خیابون‌ها، شیرینی تقسیم کردن، همدیگر رو بوسیدن، اظهار شادمانی کردن، اومده ایشون یه پیام تبریک فرستاده که این در پرت این پیشرفت‌ها، این اسکار تحت توجهات حکومت دینی برای کارگردانان خوب جمهوری اسلامی حاصل شده، در حالی که اصلا اینطوری نیست. آقای پناهی یه گوشه اجازه فیلم تا 10 سال نداره بسازه. آقای مخمل باف فرار کرده و بسیاری از هنرمندان ما فرار کردن، بسیاری از کارگردانان مستقل ما تو خونه هاشون نشستن، اجازه فیلم نداره، همونطور که بسیاری از نویسندگان ما اجازه نوشتن نداره، همینطور که بسیاری از وکلای دادگستری ما اجازه دفاع ندارن، تا 10 سال 15 سال ممنوع الشغل شدن. در جمهوری جهل و جنون شما باید یا جزء قاتلین باشین، چاقو کشان باشین و رهبر رو باد کنین، همینطور بی‌معنی صبح بلند شین بگین هیچ کس نمیتونه امام خامنه‌ای باشه، هی بگین از این حرفا،
تا شما اجازه داشته باشید بتوانید در اون مملکت کارگردانی کنید، اونم تحت چارچوبای رژیم. یعنی فیلم های مزخرف بسازید، مذهبی بسازید، نمیدونم سینه زنی تو فیلم ها باشه، غم زنی باشه، گریه باشه، همش عشق. سینما باید در خدمت جنگ باشه، خودشون میگن در دفاع مقدس. سینما باید نمودار یک کشور اسلامی باشه، خودشون میگن. در مملکتی که همیهنان گرامی یک عده عرازل و اوباش و روزخان حاکم هستن، نه موسیقی جایگاه حقیقی خودشو داره، نه هنر نقاشی، نه مجسمه سازی. دیدی که مجسمه ها رو کندن بردن، هی هم گفتن آقای مجسمه های چند تونی آخه باید بیان با جرثقیل اینا رو بردارن. کی برداشته؟ پیدا نشد. اینا که شما اگه برید یک دونه آجر یک دونه امامزاده قلابی رو از جاش بکنید، اگر 100 تا سوراخ قایم بشید گیرتون میارن. ولی مجسمه چند تونی سر باقرخان و ستارخان و نمیدونم شهریار و اینا رو برداشتن، اصلا چک کسی نگزید. گفتن نمیدونیم، نمیدونیم چی شده. همینطوری که 3.5 میلیارد دلار پول این ملت رفت، الان یه دادگاه قلابی تشکیل دادن از آقای مصطفی پور محمدی. پرسیدن آقا این آقای جهرومی، آقای خاوری، اینا اسماشون نیست. گفته که البته ممکنه جزء بعدیا باشه، ولی در مورد آقای جهرومی تا اونجا که ما تحقیقات کردیم جرمی متوجه ایشون نیست. این همیهنانگرامی علت این که مردم ما دیشب یک فرصتی گیر آوردن تا ابراز شادمانی کنن، این بود که در اون کشور بلازده همش غم و بیچارگی و بدبختی و گریه و قصه است. شما برای گذران زندگیتون باید تن به هر خفتی بدید، ولی اون عرازل اوباش چون بالا نشستن زندگی عالی، و اونا هستن که مرتبا میگن خداوند متعال کمک کرد و این انقلاب به ثمر رسید. اونا باید بگن. حالا همیهنان گرامی، میخوام چند نمونه براتون بیارم. سایت مستضعفین در مورد این فیلم نوشته در زمانی که همواره صحبت جنگ است و ارعاب و تجاوز در میان سیاستمداران رد و بدل می شود، از ایران به عنوان کشوری با فرهنگی باشکوه یاد می شود، فرهنگی غنی و کهن که در زیر گرد و غبار سنگین سیاست پنهان شده است. من با افتخار این جایزه را به مردم کشورم تقدیم می کنم، مردمی که به تمامی فرهنگ ها و تمدن ها احترام گذاشته و خشونت و کینه را حقیر می شمارند. اینها سخنانی است که فرهادی پس از دریافت نخستین جایزه اسکار سینمای ایران بر زبان آورد، سخنانی که شاید در نگاه اول بدون جهتگیری و حتی مثبت به نظر بیاید، اما ایجاد چنین ترکیبی از تقابل سیاست، فرهنگ و صلح به همراه رقابت یک جدایی با رقیب اسرائیلیش خواه یا ناخواه تداعی کننده تقابل ایران و رژیم اشغالگر قدس است. یعنی این داره اینجوری میفهمونه که فقط رقابت بین یه فیلم کمدی اسرائیلی بوده و فیلم فرهادی، جدایی سیمین از نادر، این داره اینجوری تلقین میکنه، در حالی که میدونی 4 تا فیلم بود. در دنباله میگه در گزارش خبرگزاری رویترز داره نقل قول میکنه از این مراسم به مهمانی 2 شب قبل از مراسم اسکار اشاره شده. میدونی که دروغ میگه. وقتی که جوایز اسکار تموم میشه، تازه همون شب مهمانی شام باشکوه تشکیل میشه که هنرمندانی که با اون لباس ها و اون آرایش اومدن میان توی سالن دیگری و پارتی مهمانی شام به اصطلاح که دیشب نشون دادن تلویزیون، که مهمانی شام بعد از تقسیم جوایز اسکار. این میگه 2 شب قبل
از مراسم اسکار یه میهمانی بوده که خانوم اشکنازی هنرپیشه اسرائیلی اومده نشسته بغل دست آقای فرهادی و گفته که میبینید ما چقدر راحت با هم صحبت میکنیم، پرونده سازی رو میبینید، من از شما دعوت میکنم بیاین اسرائیل. آقای فرهادی هم گفته چشم، و آقای فرهادی هم متقابلا از خانم اشکنازی دعوت کرده شما هم بیاین ایران، ایشون هم قبول کرده و گفته این چه معنی میده؟ در حالی که ما در با اسرائیل در خطر اسرائیل تجاوز میخواد به میهن ما، به میهن اسلامی ما بکنه، چگونه است که ایشون میره میشینه با این صهیونیستا صحبت میکنه؟ پرونده سازی رو ببینید همینان ایران. اینو سایت تریبون مستضعفین نوشته، همه میتونید ببینید، پارسینش نقل قول کرد، پرونده سازی رو میبینید. حالا اما خانم رخشان بنی اعتماد، یکی از شیردل زنان میهن ماست که کارگردان سینماست، حرفاش هم همه جا میزنه، گفته که اصغر فرهادی اولین جایزه اسکار را برای سینمای ایران گرفت، اما افتخاری بالاتر از یک جایزه به ملت ایران داد. کاش زمانی که این جایزه در موزه سینمایی ایران جای میگیرد، برای ثبت در تاریخ گفته های اصغر فرهادی کنار آن نوشته شود، نوشته شود تا بازخوانی شود و به یادها سپرده شود که در زمانی واهمه های پنهان از واژه های تحریم، تهدید و جنگ، در سحرگاه امروز 8 اسفند ماه 1390 سینما ایران توانست با زبان هنر پیام صلح‌خواهی ملت خود را به جهانیان اعلام کند. بله، اما حالا دیگران چه اظهار نظرهایی کردن همینان گرامی، به اونا اشاره نمی کنم، فقط اشاره دارم به آقای سردار نقدی. همینان گرامی، سردار نقدی شمفروش، ایشون گفته برای اینکه ما بتوانیم در جهان اون ایده های انقلاب اسلامی رو پیاده کنیم، براتون میخونم. سردار محمد رضا نقدی که از طریق ویدیو کنفرانس در همایش انجمن های ادبی و هنری سازمان بسیج هنرمندان در مشهد مقدس شرکت کرده بود، با بیان اینکه تا آمریکا وجود دارد نمیتوانیم به جامعه آرمانی خود برسیم، اظهار داشت در هر حوزه‌ای که اراده انقلاب اسلامی بر پیشرفت و تعالی قرار گیرد، آمریکا میکوشد تا با سنگ اندازی و توطئه‌های خود بر سر حرکت ملت ایران مانع ایجاد کند که نمونه آن را در عرصه اقتصاد، علم و فناوری و فرهنگ و اخلاق کشته. من این اخلاق ملاحظه میکنید، ببینید چقدر این اخلاق در جمهوری اسلامی وجود داره. اصلا وقتی که این سردار نقدی حرکت میکنه و دهانشو باز میکنه، همینطور اخلاقی که میریزه بیرون، نه در او، در همشون، از اون بالا تا اون پایین. اخلاق رول عمده رو داره در نظام جمهوری اسلامی هم. یه نمونه از این اخلاقو براتون بگم. یک آدم 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد و 200 از بانک های 3 تا بانک جمهوری اسلامی پول گرفته و فرار کرده. حالا که آمدن این وثیقه هایی رو که سپرده بوده ضبط بکنن بانک ها، دیدن وثیقه ای نداره. همه اینا حق بازی بوده. شما، گفتم براتون، اگه 50 میلیون تومان پول بخواین، بایستی که 10 سند بذارید، بدون اینکه این آقای که اومده 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پول گرفته ازش مفاسا حساب مالیاتی بخوان، چند تا چک بیمحل کشیده و رد شده قبلا، برم بپرسن این چکای بیمحل چرا این آدم کشیده، پس چرا یه همچین آدمی اینقدر اینا رو خودشون نوشتن، پارسینه نوشت، تابناک نوشته اینا ها. تابناک براتون میخونم، نوشته که اجازه بده یه خبر دیگه جورشش هم اومد، این خبر رو
میخواستم براتون بذارم اون خبر رو بخونم، ولی اجازه بدین این خبر رو بگم که ایشون بله رو دست خوردن سه بانک دولتی از یک نفر. روزنامه خراسان نوشته شنیده شده فردی به نام عین دال که با تأسیس چندین شرکت توانسته بود بیش از ببخشید من گفتم یک میلیارد 20 میلیارد تومان 20 میلیارد من اشتباه کردم ببخشید وام کم بهره از سه بانک دولتی اخذ کند، هم اکنون در پرداخت اقساط خود با مشکلات مختلف مواجه شده و هنگامی که مسئولان ارشد این بانک ها تصمیم به ضبط وثیقه های وی گرفتند مشخص شده که شعب مربوطه بدون اعتبار سنجی اخذ مفاس حساب مالیاتی و سوابق بانکی چنین مبالغ میلیاردی را در اختیار وی که فرار کرده قرار دادند و حتی او چندین فقره چک برگشتی نیز در شعب دیگر این بانک داشته، در همون بانک. یه خبر دیگه، آقای صادق محصولی که وزیر آقای احمدی نژاد وزیر کشور این انتخابات ننگین ریاست جمهوری انجام داده 450 میلیون تومان خمس داده به جمعیت پایداری برای فعالیت‌های انتخاباتی. آخوندهای گردن کلفتی مثل آقای وحید خراسانی و آیت الله مکارم شیرازی عصبانی شدند. این پول ساداته، چرا دادی به حزب سیاسی؟ شروع کردن فتوا صادر کردن که خمس سید رو و خمسی که به آخوند تعلق میگیره نمیشه به یه جمعیت سیاسی داد. حالا شروع شده همینانی دارم بله گفتگو میکنم با دکتر مصطفی دانش، یک ژورنالیست مشهور ایرانی در اروپا همینانی دارم و آمریکا. به زودی شما کارهایی از دکتر دانش میبینید که ایشون به عنوان یه چهره ژورنالیست بین‌المللی معروف‌تر خواهد شد. گفتگو می‌کنم با ایشون در مورد مسائل افغانستان که بسیار مهم داره میشه همینان گرامی، مسائل سوریه و سایر کشورهای منطقه. سلام آقای دانش عزیز، چه خبره دکتر دانش؟ در افغانستان چرا این ترورایی که در خود وزارت کشور افغانستان انجام شده حیرت آوره؟ دو تا از مستشارای آمریکایی کشتن، بعد همه اینا خودشون کشتن بیرون و دولت آمریکا قرار شد اینا رو سیویلا رو بکشن. چیه جریان؟ ببینید با برای کسی که افغانستان رو به نظر من به خوبی میشناسه، به نظر خود من و در واقع وزارت داخلی افغانستان رو من به خوبی باش آشنایی دارم و در زمان جنگ سرد به طور مداوم من به وزارت داخلی افغانستان میرفتم و حتی سعی میکردم به عنوان خبرنگار بتونم اطلاعات دقیقی رو جنگی رو بتونم از وزارت داخله بگیرم. در وزارت داخله افغانستان یه اتاق است به نام اتاق عملیات نظامی و اون اتفاقی که پریروز افتاده در واقع در این اتاق عملیات نظامی اتفاق افتاده، یعنی کشته شدن دو افسر بالا رتبه آمریکایی، یک سرهنگ و سرگرد، در این اتاق عملیات، یعنی مرکز طراحی جنگ در افغانستان در واقع یا مبارزه با طالبان و القاعده، چنین اتفاقی میفته. پس بنابراین یک مطلب بسیار جزئی نیست. ببینید استراتژی که ناتو و آمریکا در این سالهای اخیر در افغانستان میخواستن پیاده بکنن و بتونن اعتماد افغانی‌ها رو و به خصوص ارتش و پلیس افغانستان رو به خودشون جلب بکنن این بود که نیروهای ناتو و نیروهای آمریکا مشترکاً با نیروهای افغانی، با ارتش افغانستان و پلیس افغانستان مشترکاً در جنگ‌ها شرکت بکنن، در واقع با هم زندگی بکنن، با هم غذا بخورن، اعتمادی بین دو طرف به وجود بیاد و بتونن به زودی در واقع اون طرح یا اون استراتژی خروج رو از افغانستان پیاده بکنن و مسئولیت رو به دولت افغانستان، ارتش افغانستان و پلیس افغانستان بسپارند. با اتفاقی که پیروز افتاده نشون دهنده اینه که هیچ گونه اعتمادی بین در واقع ارتش آمریکا و ناتو و ارتش افغانستان و پلیس افغانستان وجود نداره و در این اواخر چندین بار چنین اتفاقی افتاده و خونین ترین اتفاق در ماه مای سال قبل 2011 در فرودگاه کابل اتفاق میفته که یک افسر بلندبایه نیروهای هوایی افغانستان 9 افسر آمریکایی رو در فرودگاه کابل
به قتل میرسونه. و همین چند روز پیش بود که یک سرباز افغانی 4 افسر و 4 سرباز فرانسوی رو میکشه و این مسئله همیشه تکرار میشه. بنابراین اون استراتژی خروج و طرحی که آمریکا و ناتو بتونه تا سال 2014 افغانستانو ترک بکنه با شکست روبرو شده و دیروز فرمانده کل نیروهای ناتو و نیروهای آمریکا جون آلن در واقع تمام مشاورین نظامی آمریکا و ناتو رو از تمام مراکز و تمام وزارتخونه‌ها خارج میکنه. یعنی در واقع بدون این مشاورین و هماهنگی نقشه جنگی در افغانستان امکان این وجود نداره که استراتژی پیاده بشه و به زودی نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو از افغانستان خارج بشن. ولی اون چیزی که باعث تأسف و در افغانستان داره اتفاق میافته در واقع کپی کردن سیاست آمریکا توسط طالبانه. ببینید تا به حال اینطوری بود که طالبان حمله میکردن و در این حملاتی که به نیروهای آمریکا و ناتو میکردن کشته های زیادی میدن. طالبان دیگه این کار نمی کنن. طالبان دارن دست به قتل سیاستمداران افغانستان میزنن. در چند ماه پیش رئیس جمهور سابق افغانستان برهان الدین ربانی رو کشتن. در شهرهای مختلف استانداران و رؤسای پلیس میکشن. در قندهار برادر خود آقای کرزای کشن و الان دست به قتل در واقع افسران و مسئولین خارجی زدن. یعنی در واقع همون سیاستی که آمریکا در رابطه با حمله به طالبان با هواپیماهای بدون سرنشین انجام میده و سران طالبان کشته میشن، در واقع طالبان هم همین کار میکنن. دیگه حمله مستقیم به نیروهای آمریکا و ناتو نمیکنن و در واقع دارن مسئولین آمریکایی و مسئولین کشورهای ناتو و آمریکایی رو دارن میکشن. و چیزی که بیروت اتفاق افتاده در این جهته و متاسفانه بگیم که از لحاظ روانی مسئله روانی است، تأثیر عظیمی در جامعه افغانستان گذاشته. عده زیادی در حال فرارن، به این فکرن که از افغانستان خارج بشن، به خصوص اون عده از روشنفکران و در واقع تحصیل کرده هایی که برای ساختن جامعه افغانستان وارد افغانستان شده بودن و در کنار آمریکا و نیروهای ناتو قرار گرفتن، امروز در واقع وحشت برشون داشته، دارن از افغانستان خارج میشن. و یک مسئله روانی و خطری که در واقع دو روز پیش آلمانیا به وجود آوردن. ببینید آلمانیا در شمال کشور در واقع پایگاه‌های آلمانه که تسلط داره و فرماندهی نیروهای ارتش آلمانه که در اونجا تسلط داره. در شمال شرق افغانستان در شهر طالقان آلمانیا یک پایگاه نظامی داشتن، در حدود 100 نفر سرباز داشتن. زمانی که 300 نفر از مردم اهالی شهر، فقط 300 نفر تظاهرات میکنن جلوی این پایگاه، شبانه تمام نیروهای آلمانی بدون اینکه گزارش بدن به مسئولین افغانستان، با سازمان امنیت افغانستان تماس بگیرن، با ارتش افغانستان در شهر طالقان تماس بگیرن، شهر رو ترک میکنن و به طریق قندوز حرکت میکنن. یعنی در واقع این یک نفوذ ترس عجیب و یک پیروزی روانی عجیبی برای طالبانه که در واقع نیروهای خارجی دست به فرار زدن و به خاطر همین هم طالبان در روز آخر چی دادن، دستور دادن که به حملات به نیروهای خارجی در تمام شهر باید در تمام منطقه افغانستان ادامه بده بکنه و دستور کشتاره، دستور قتل در واقع نیروهای خارجی رو در افغانستان صادر کردن. دکتر دانشمند، داشتم پریروز یک به این دلیل چون برای من مسئله افغانستان، چون شما مرتبا حالا چه در برنامه‌های من و چه در گفتگوهای خصوصی با هم داریم شما روی مسئله افغانستان خیلی صحبت کردیم، من یادم کنفرانس بن 10 سال پیش شما همه این صحبت‌هایی که الان می‌کنید من اون موقع تعقیب می‌کردم، شما می‌گفتید و همین این به قول خود شما باعث شده بود ژورنالیستایی که اونجا بودن مخالفت می‌کردن با حرفای شما و می‌گفتن این حرفایی که شما می‌زنید اصلا واقعیت نداره. من پریروز یه مصاحبه‌ای بود با یک روزنامه‌نگار افغانی که نمی‌دونم این وکیل سابق مجلس بوده یا الان یادم نیست، ولی میدونم که یا وکیل مجلس سابق افغانستان بود یا روزنامه نگار بود. این میگفت که روزی که آمریکایی‌ها آمدن و به اصطلاح طالبان رو از اونجا بردن، تو صحبت‌هایی که می‌کردن و بعد آقای کرزای اومد رو کار، بس بر سر این بود که افغانستان یک کشور نمونه در منطقه باشه، چه از نظر دموکراسی و چه از نظر فرم سازمانی و چه از نظر به اصطلاح سازندگی، یعنی راه‌ها رو بسازن، راه هم بسازن، شکوفایی اقتصادی. ایشون میگفتش که همین دو هفته قبل 12 تا بچه در کنار شهر کابل از سرما خوش شدن. ایشون میگفت در حال این اتفاق افتاده که حکومت کرزای یکی از فاسدترین حکومت‌های منطقه است و میلیاردها پولی که کشورهای خارجی صرف کمک به افغانستان کردن بدون اینکه آقای کرزای و دیگران جوابگو باشن حیف و مل شده.
و اکثر این پول ها به جیب شرکت های خارجی رفته که همین شرکت ها این پول ها رو گرفتن کمک های کردن، از اونجا به اصطلاح قرار شده بیان تو کارهای عمرانی افغانستان انجام بدن. ولی در برابر میلیاردها پولی که به افغانستان اومده، کارا به قدری کم و غیر قابل توجه بوده که حیرت آوره. این خیلی مسئله مهمه. این واقعیت این افغانستان. من دو سال پیش سفری به افغانستان داشتم. من میدونی که همونطوری که بارها گفتم، بیش از 70 سفر از زمان حکومت داوود خان قبل از در واقع کودتای چپی ها در افغانستان به افغانستان سفر میکردم و تا امروز 70 سفر به افغانستان داشتم. شما در افغانستان هیچ موقع در واقع فقر کلاسیک نمی‌بینین، فقری که در خیابون ببینین که مردم در حال گرسنگی و در حال فقر مطلق زندگی میکنن. ولی امروز شما در افغانستان با پول‌های عظیمی که غرب وارد کرده و گفته میشه تا به حال بیش از 100 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان کمک خارجی بوده، که شما به درستی گفتین بخش عظیمی از این پول‌ها به دست نیروهای فاسد، نیروهای دولتی فاسد، فساد دولتی در واقع به کشورهای خارج، یعنی همون مجاهدین سابق، مجاهدین سابق یه مارشال دیدن بغل دست آقای کرزای نشسته، مارشال فهیم مجاهد معروف سابق. بنابراین باید به این مطلب اشاره بکنیم که فقری که امروز مردم افغانستان را در بر گرفته و اون چیزی که من دو سال پیش دوباره در افغانستان دیدم، شما باور نمی‌کنید موقعی که در کابل که شیعه 5 میلیونی شده حرکت می‌کنین، صدها و هزارها کودک مدت‌ها دنبال اتومبیل شما می‌دوون که بتونن یک روپیه یا یک افغانی پول از شما بگیرن. یعنی چنین فقری رو من هیچ زمان در زمان گذشته در افغانستان نمیدیدم، در زمان شورویان ندیدم، در زمان نجیب ندیدم، حتی در زمان مجاهدین نمیدیدم. ببینید پولهایی که آمریکا وارد کرده، با این پولها آمریکا فکر میکرد که بتونه رهبران قبایل رو بتونه بخره در کنارش قرار بده. در واقع با پول باعث فساد حتی رهبران قبایل شدن. یعنی رهبر قبیله‌ای که هر لحظه حاضر جبهه‌شو عوض بکنه، تا زمانی که شما پول بهش بدین، این در واقع اون نظام قبیله‌ای جامعه است، پول بهش بدین در کنار شما قرار خواهد گرفت. به مجرد اینکه پول قطع بکنین در واقع مخالفت اون شروع میشه. همون اتفاقی امروز داره در عراق میافته. شما میدونید که بیش از 60 هزار نفر از میلیشیای سنی عراق و آقای پتروس زمانی که فرمانده کل نظامی آمریکا در عراق بود، در واقع در کنار خودش قرار گرفت، قرار داد، برای که با اینا بر علیه القاعده و در واقع سنیایی که مبارزه میکردن با آمریکا بجنگه. 60 هزار میلیشیا رو در کنار خودش قرار گرفته. همون میلیشیا با خروج نیروهای آمریکا امروز در کنار اخوان المسلمین و نیروهای بسیار بسیار رادیکال سوریه قرار گرفتن و به اونا اسلحه میدن و خودشون هم میگن، یعنی هیچ جای تردیدی وجود نداره، مخفیکاری هم نداره. خود رؤسای قبائل چندین بار در روزهای اخیر گفتن که ما اسلحه جمع میکنیم، پول جمع میکنیم و حتی میگن باید جهاد کرد در سوریه، جهاد برای اسلامی شدن سوریه و حتی کمکای زیادی به اخوان المسلمین در اردن میشه و اخوان المسلمین اعلام جهاد کرده به نفع اخوان المسلمین در سوریه. یعنی در این وضع ما قرار داریم و این پولهایی که میلیاردها، صدها میلیارد دلاری که وارد افغانستان شده و با این پولا خواستن در واقع رؤسای قبایل رو بخرن و حتی کماندانهای سابق مجاهدین رو بخرن، در واقع این پولا باعث فساد بیشتر شده، باعث این شده که این کماندانها و در واقع این قبایل بیشتر ظلم بکنن به مردم و روز به روز از مردم دوری بکنن، چپاول بکنن، تا جایی که خود گزارش ناتو که من هفته پیش بخشش رو براتون اینجا خوندم میگه که امروز طالبان در واقع مردم طرفدار طالبانن و مردم خواهان دولت طالبان بر تضاد با دولت فاسد کرزای هستن. البته مردم معمولی بعد میدون روشنفکرها و زنا و اینا همه حیرت داده مخالفن، برای اینکه میدونن اون حکومت وحشت و جنایت اینا بار دیگه دوباره دو افغانستان. حالا دکتر دانش، ما به مسئله افغانستان بازم چهارشنبه یا روز شبای دیگه اشاره میکنیم. مثلا هم اونجا هم پاکستان که خیلی مهمه. الان برگردیم رو مسئله سوریه. میدونی که قانون اساسی سوریه رو این مرده که بشار اسد به طرز مسخره دیروز به رفراندوم گذاشت، در حالی که نصف ما امروز 64 جنازه تو هومس پیدا شده که معلوم شده تو گروهای دست جمعی اینا رو چال کرده بودن و همینطور داره هومس رو میکوبه، داره مرتبا دیگه مسئله جنگ بین یه تا به حال جنگ نبود، یعنی اونا یه طرفه می جنگیدن، بعد حالا هی از ارتش فرار میکنن میان اسلحه هم به قول شما از چند طرف میخرن، یعنی تو مرزهای لبنان اسلحه اصلا علنن میاد. دیروز آقای جنبلات علنن اعلام کرده که بایستی حکومت بشار اسد دروزی ها رو دعوت کرده که مبارزه کنن، اونا کردای اونجا دارن می جنگن و الان دیگه جنگ بین دو طرفه، یعنی بین
ارتش طرفدار بشار اسد و مخالفینی که از ارتش فرار کردن اومدن. همون پیشنبینی بود، سناریو بود که من 3 هفته پیش اینجا خدمتتون گفتم. گفتم بدترین سناریو اینه که در واقع جنگ داخلی در بگیره و ارتش تقسیم بشه، ارتش وفادار به اسد و ارتش شورشیان و طرفدار شورشیان، و اینها در واقع در داخل کشور سوریه به جنگ بپردازن و باعث کشتار بشن. هر دو نیرو هم اسلحه دارن. همین امروز نخست وزیر قطر الثانی اعلان کرد که بعد اعتراف کرد که ما اسلحه میدیم به نیروهای اپوزیسیون یا ارتش آزادی سوریه در سوریه. و خب از اون طرف هم بشار اسد از این وحشت داره، یعنی تمام کوششی که بشار اسد داره انجام میده در حمص اینه که در حمص یک پایگاه شورشی مانند لیبی به وجود نیاد. یعنی در واقع تمام این وحشیگری و جنایاتی که در حمص داره انجام میشه، و همینطور که به شما به درستی گفتین امروز 64 نفر رو سر بریدن و در چند روز گذشته در حدود 200 نفر در حمص کشته شدن، به خاطر اینکه بشار اسد از این وحشت داره. من فقط تحلیل میکنم، نه اینکه فکر بکنین حمایت از بشار اسد، جنایات زیادی بشار اسد کرده، ولی وحشت از اینه که مانند لیبی در واقع یه منطقه به وجود بیاد، منطقه آزاد نیروهای شورشی، و اونها بتونن کمک‌های شدیدی زیادی از کشورهای غربی یا آمریکا و ترکیه و عربستان بگیرن و در واقع باعث این بشن که کشورهای خارجی دخالت بکنن. این وحشت بشار اسد در این منطقه است. ولی به درستی شما گفتین جنایتی که بشار اسد کرده و کشتاری که از در واقع از آزادخواهان کرده، خودش باعث شده که یک چنین وضعی به وجود بیاد و جنگ داخلی در بگیره. و اینی که امروز آمده ادعا کرده رفراندوم کرده دیروز و برای قانون اساسی، یک چیز به نظر من تقریبی نیست و هیچ نتیجه‌ای در سوریه نخواهد داشت. بله، بعد میدونین که اصلا نوشته اینا عطف به مسابقه نمیشه، در نتیجه کسانی که در خارج هستن نمیتونن در فعالیت و انتخابات شرکت کنن، چون میدونن اکثر مخالفین الان در خارجن. بعدش نمیدونم، بنابراین ایشون میتونه دوباره خودش در انتخابات شرکت کنه. دوره انتخاباتی هم که 14 ساله، یعنی 14 سال دیگه دوباره بشه رئیس جمهور بشه. بله، ولی دکتر دانش، شما وضع این جهاد اسلامی رو حماس رو چی میبینید؟ دیدید که آقای هنیه رفت اونجا و شروع کرد به سوریه بد و بیرا گفتن و جمهوری اسلامی رو شدیداً عصبانی کرد از این. چون ما الان 2 دقیقه فرصت داریم. خب اینم بحثی بود که کردیم. در واقع امروز جبهه جنگ بین تسنن و حکومت جمهوری اسلامی شیعه است. در واقع زمانی بود که در جنگ سرد در واقع از اهرم اسلام سیاسی به خاطر نابودی شوروی استفاده شد، امروز در واقع به خاطر نابودی رژیم جمهوری اسلامی داره استفاده میشه و جنگ در این حالته. و خب طبیعتاً جنبش‌های مانند حماس که دیگه شانسی نمیبینن که توسط ایران مورد حمایت قرار بگیرن، نمیتونن از ایران کمک مالی دیگه بگیرن، برای که خود بحران مالی که در ایران وجود داره این اجازه را نمیده که کمک‌های عظیمی به حماس بشه. بعد میدونن اومد ایران فهمید که پول نور خبره، نمیتونن دیگه کمک‌های نظامی بگیرن. یعنی سوریه وضعش خرابه، از طریق سوریه هم دیگه نمیتونن این کمک‌های نظامی رو بگیرن. و به درستی شما میگین اومد ایران چشتاش داشت که پول هنگفتی بگیره و این پولم نگرفت و خارج شد. و امروز هنیه کسی است که شدیداً از مردم مبارز و آزادخواه سوریه پشتیبانی میکنه. اینا در مسجد در دانشگاه الازهر، در مسجد الازهر گفته که اون با تمام قواج جنبش حماس در کنار مردم آزادخواه سوریه بر علیه بشار اسد ایستاده. خب مبارک، هیچی پول مردم ایران رو اینا به یرما بردن دادن به این مخورا. در مدت 20 سال در حدود شاید 1.5 تا 2 میلیارد دلار جمهوری اسلامی در اونجا خرج کرد که بتونه همپیمانی در کنار اسرائیل، یعنی تمام برنامه شکست خورد. تمام برنامه شکست خورد. سید حسن نصرالله که اون وقتی که تو تعیین قرار بگیره، من قول میدم به شما اونا میان تو اتحاد عربی. نه، شروع کرده. سید حسن نصرالله همین امروز داره میگه که اگه جنگی هم در بگیره با ایران و آمریکا و اسرائیل حمله بکنه، ما تازه فکر میکنیم که آیا وارد جنگ بشیم یا نشیم. ما این که تصمیم میگیریم، در صورتی که همین حسن نصرالله در ماه نوامبر میگفت اگه جنگی در بگیره و آمریکا و اسرائیل به ایران حمله بکنن، منطقه به آتش خواهد کشید. امروز دیگه نفر نمیدونه، کاملا 180 درجه مواضع خودشو تغییر داده. بسیار سپاسگزارم دکتر دانش. تا روز چهارشنبه. عمیانان گرامی، سپاس از این که به برنامه امشب من توجه کردید. تا برنامه فردا ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.